اخلاقی یعنی من نیازهای خودم رو پاسخ بدم بدون اینکه پدر بقیه رو در بیارم. بله شما حق داری سالن خوب داشته باشی، میری بیرون به مسئولین میگی، مسئولین توجه نکردن انتخاب میکنی، یا میشینی میگی نمیتونم تغییر بدم میپذیرم، یا میری بیرون میگی پول منو پس بدی. پول تو یا پس میدن یا نمیدن. اگه پس دادن خب خدا رو شکر، اگه پس ندادن یا دو انتخاب میکنی، میپذیری بمونی یا بری. رفتار عزیزم اون 1000 تومن دادی میخوای خونه کم باشه، برو پی کارت بابا. تو اصفهان یه سمینار داشتم 3000 تومن بود. من سمینارم کلا اینطوریه، یعنی آموزشام یا رایگان و مثلا ارزونه یا خیلی دیگه گرونه، وسط نداریم. چرا حال میده دیگه قسمت پول بس این قسمت واسهتون جذاب نیست سمینار رایگان الان، قسمت پولیش هم برای من جذابه. میدونید یه تست سعی میکنم اون آموزشایی که واقعا احساس میکنم ضروری و عمومی هست ارائه بشه. از اون طرفم اگر آموزشی رو احساس میکنم که بها باید پرداخت بشه براش، اون طرف اون فضا رو داره. سمینار از همون اصفهان هم از همون سمینار بود 3000 تومان بود. بعد اتفاقی که افتاد خیلی باحال بود، دهنم پرید. گفتم تو جزوه هاتون، گفتم تو پکیجتون خودکار گذاشتیم. حالا تو پکیج خودکار نبود. آقا شما خودکار ندادین به من. خلاصه ما به خوبی اون سمینار رو تموم کردیم و اومدیم. کیک نبود برات، بیا من بهت یه بوست بدم. خدایی به عنوان اسپانی اعتراض نکرد، خیلی کار بزرگی کرد. خب اینم از این. سوال بعدی، آیا میتونی بهتر عمل کنی؟ این سوالیه که جون میده که مدیر از کارمندش بپرسه. هر کاری که کرد متشکرم که این کار انجام دادی، آیا میتونی اینو بهترش هم بکنی؟ رو بچه‌ها همیشه امتحان نکنید اینو. مثلا بچه نقاشی کشیده، آفرین، آیا میتونی بهترش کنی؟ زدال نباشید دیگه رو همه چی. 100 بار اومده، نه بازم بهترش کن. اینجوری هم نباشید. ولی توی فضای کاری میشه مثلا چند بار این سوالو تکرار کرد، بسیار بسیار عالی و خوب جواب میده. و سوال بعدی، این بهترین کاری بود که ازت برمی اومد؟ جواب این سوال عموما مردم چی میدن؟ یعنی چی؟ اینجور دوباره باید سوال تکرار کنی و دعوت کنی به فکر کردن. منظور اینه که چه کاری میتونستی بهتر انجام بدی، چطور میتونستی متفاوت تر از این کار انجام بدی. میبینی دوستان، جنس این سمینار سمیناری نیستش که مردم عادی باهاش اوکی باشن. چرا؟ چون داری دعوت میکنی آدم ها رو به مسئولیت پذیری، به آگاهی، و سخته. بنابراین اگه خودتون داری لذت میبری، خودتون رو ماش کنید، چون خیلی متفاوتید از بقیه جامعه. خودتو دا بخیر کنید. و دوستان، قدرت سکوت بعد سوال. خیلی از ما سوال میپرسیم، 1 میلی ثانیه سکوت میکنیم، بعد حرف میزنیم. ساکت باش، سوال که پرسیدی صبر کن. یکی از کاری که خب من میکنم این که باعث نمایندهای مجلس و سیاسیون و اینا کار سخنرانی ها و مناظره های انتخاباتیشون رو انجام بدیم. و توی انتخابات قبلی ریاست جمهوری با یکی از کاندیدا من کار میکردم و کی؟ من وصلم. آره. نه خیلی خیرشون نمیرسه با آدم، خیالتون راحت، وصل نشدین هم نشدین. اتفاقی که افتاد این بود، خب من داشتم واسه شون آنالیز میکردم، گفتم ببین شما تو مناظره اینو بگی اینو بهت میگن، اینو بگی اینو بگی، این شکلی. بعد خب بنابراین فیلم مناظره ها رو باید متاسفانه بشینم ببینم. منتها خب اینا رو نمیام تو سمینار رو بگم. چرا؟ چون یه فرهنگ سیاست زده ای داریم، سری گارد میگیرن و اینا. اما الان دیگه خورده زیادی گذشته از سال 88، این تیکر رو میخوام با هم ببینیم. لطف کنید علمی نگاه کنید، از این خوشم میاد از اون بدم میاد، نمیدونم کنترل آدیلیت فلان اینا نکنید تو ذهنتون، علمی نگاه کنید. مناظره آقای احمدی نژاد و آقای محسن رضایی. خب مناظره اون زمان چه شکلی بود؟ هر کی 15 دقیقه صحبت میکرد، نفر بعد 15 دقیقه صحبت که حالا پاسخ میداد و اون یکی رو به چالش میگیره. اینجوری بود. خب بنابراین صحبت آقای رضایی الان تموم میشه و آقای احمدی نژاد باید 15 دقیقه صحبت کنه. ببینید چقدر حرفه‌ای از مهارت ارتباطی استفاده میکنه. دقت بکنید، من نگفتم چقدر اخلاقی، من نگفتم چقدر انسان دوستانه، من گفتم حرفه‌ای ارتباطی. بنابراین خود من ممکنه به هر دو عزیز انتقاداتی داشته باشم، اما اصلا بحثمون اینجا نیست. علمی نگاه کنید، مدل سیاسی رو بذارید کنار، نگاه کنید. بعد این بود، فکر می‌کنم این مقدار کافیه آیه احمدی نژاد. خیلی متشکرم. آیه احمدی نژاد، شما گفتید دولت رو زمان جنگ شما اداره می‌کردید؟ ببین چقدر مکس میکنه توی رسانه، اینقدر مکس خیلی غیر عادیه، در حد 2-3 ثانیه.
این این جمله بود که شما گفتید. شما نوبتتون ادامه بدید. حالا من وامیستم خنده تموم شد بعد ببین. حالا کردم نوبتم سوال کردم از شما. دولت رو در زمان جنگ اشاره کردید همینجا زبطه الان دیدین چقدر مکس کرد؟ فوق‌العاده است مکس، قدرت مکس. ما نمیخوایم برای حالا این مدت خفتگیری نمیخوایم بکنیم ها. خب شما اونجا رفتیم چی گفتی؟ این مدلی نمیخوایم باشیم ها. بعد اونم بگه من اونجا رفتم چی گفتم؟ اینجوری نمیخوایم باشه. مدلمون این قرار هست باشه که سوالای خودآگاهی رو که میپرسیم وقت بدیم به چالش کشیده بشه ذهن، وگرنه هی بعدش شروع کن صحبت کردن. بنابراین میگیم که داری الان چیکار میکنی؟ اون یه لحظه صبر میکنه، منتظر تو یه چیز دیگه بگی، ولی چون چیزی نمیگی میگه یعنی چی؟ خب میخوام الان ببینم الان داری چه کاری رو انجام میدی. قدرت سکوته. هممون میدونیم باید بعد سوال وایستیم، ولی وا میستیم. بسیار از ما وا نمیستن و وای نخواهند ساد. خب یکی دیگه از تکنیک های فوق العاده عالی تکنیک سیدی خشداره. اینو تکنیکن، اونا خردن، اینو تکنیک. حالا یه جایی جواب میده، یه جایی که لازمه استفاده میکنی. تکنیک سیدی خشدار اینه، خواستت رو میگیری هی میچسبی تکرارش میکنی. یه سیدی وقتی خش میفته اون تیکر رو هی تکرار میکنه دیگه. بنابراین وقتی که یه سوال میپرسی درست جواب نمیده، شما خیلی دقیق میگی میشه لطفا شفافتر به من جواب بدی؟ دعوت میکنی به فکر کردن و تعامل بیشتر. یا من مجددا سوالمو تکرار میکنم، الان داری چیکار میکنی؟ حالا من با همسرم تو میگم من مجددا سوالم را تکرار مینمایم. با اون معلوم ادبیات دوستانه. خب یه بار دیگه بگم الان داریم چیکار میکنیم؟ تازه وقتی همسرمه جمع میبندم که رابطه دوستانه تر بشه، نه اینکه الان داری چیکار میکنی؟ این دوتا خیلی فرق دارن با هما، خیلی با هم فرق دارن. و مورد بعدی عبرت گرفتنه. اغلب ما یه اشتباهی تکرار میکنیم دیگه، شیک تکرار میکنیم. سوالی که میتونی بپرسی بگی از این اتفاق چه درسی گرفتی؟ دوستان لحن و دقت بکنید، لحن و دقت بکنید. نمیگم که خب خودت دیگه فهمیدی دیگه. ببین همین سواله ولی گند میزنه به رابطه. سوال بعدی، آیا فکر میکنی این درس همیشه درسته؟ چون خیلی از وقتا ما یه درس میگیریم ولی اون درس الان درسته، دفعه بعد درست نیست. مثال بزنم، یک ناظمی تو مدرسه بچه ها رو میزد. ازش پرسیدیم چرا میزنی؟ گفت بچه بودم، یه چک زدن به من، به خودم اومدم. ایشون از اون به بعد بقیه رو به خودشون میارن. ببین یه بار درس گرفته که بله اگه بزنی خوبه، اما آیا همیشه خوبه؟ پس خیلی مهمه این سوال میشه از خودمون بپرسیم. یا مثلا طرف شراکت میکنه بعد ورشکست میشه، میگم شراکت مزخرفه، اگه شریک خوب بود خدا واسه خودش نمیگرفت. نمیدونم از این حرفا خدا واسه خودش میگرفت اینطوری. بنابراین این سوال میپرسی آیا فکر میکنی این درسی که گرفتی همیشگیه یا تو این مورد بوده؟ هم برای خودمون میپرسیم هم برای دیگران. و یه سوال عالی، به نظرت این یه الگوی تکرار شونده است؟ دقت کنید خیلی از آدم‌ها یه سری الگوهای تکرار شونده دارن. مثلا همیشه ورشکست میشه، میاد یه کاری رو راه میندازه، جون میگیره، رشد میکنه، به درآمد خوب میرسه، ورشکست. دوباره میاد ارتباط فلان، ورشکست. یا تو ازدواجش مثلا میبینید 4 بار ازدواج کرده و دقیقاً از همون ویژگی‌های منفی نفر قبلی تو اینم می‌بینی هست. در حقیقت تو این نیست، تو ایجاد میکنی تومون با رفتارهایی که داری. بنابراین این سوال ازش میپرسی آیا این یک الگوی تکرار شونده است که تو زندگیت هی داره اتفاق میفته؟ اگه یه چیز داره هی تکرار میشه، خب به نظرت باید چیکار کنی؟ آگاهی میدی که اه راست میگه ها. ولی دوستان به این سادگی نیست پرسیدن این سوال، نیاز کلی تمرین کنی و کلی خرابکاری کنی. پس ناامید نشین، دوبار رفتین پرسیدین جواب نگرفتین، اصلا ناامید نشین. و این جمله رو با آب طلا باید نوشت. میشه به من کمک کنید بفرمایید چیکار کنم؟ این کجا جواب میده؟ تو ادارات. وقتی گیر افتادین مثلا کارتون رو راه نمیندازه، میگه آقا فلانی مثلا میخوام این نامه بره، میگه نیستش فلانی، به جای اینکه بگی آقا اون یارو فلان، بگید میشه خواهش کنم به من کمک کنید بگید من الان چیکار کنم؟ انقدر جواب میده این سوال، انقدر کار من راه افتاده،
عالیه ها، نمیگم 100%، چون تکنیک 100% نیست، اما خیلی را میندازه. شما حساب کن اصلا 10% به درد میخوره، یعنی از هر 10 مورد یه بار کارتون رو را میندازه دیگه، عالیه. حالا من مطمئنم خیلی بیشتر. میشه به من کمک کنی بفرمایید چیکار کنم؟ منشی میگه امکان صحبت با آقای فلانی نیست. میگید متشکرم که گفتی، میشه راهنمایی بفرمایید من باید چیکار کنم؟ و سوال آدم‌ها رو مجبور میکنه به فکر فرو برن. وقتی به فکر فرو میره مجبور وظیفه‌شو انجام بده. حالا جایگزین جمله رو نها کنید. آقا من یا با اون صحبت میکنم یا با اون صحبت میکنم. ها؟ این کار را میندازه؟ نه، ولی این سوال خیلی وقتا را میندازه. خب لطف بفرمایید این قسمت خودآگاهی که خیلی مهم بود، فازمتر رابطه رو بلند شید. ممنون میشم با همگروهیتون یه مرور داشته باشید. لطف کنید انگشت کوچیکتون رو بذارید کنار انگشت کوچیک همگروهیتون، اونی که انگشت کوچیکش بزرگتره شروع کنه، او همون دماغ گنده است. بزنید قد همگروهیتون لطفا، اونوری هم بزنید، خیلی عالی. دستا در وضعیت بفهمید، بشینید دستا در وضعیت بالا، یک بالا، دو بالا، سه بالا، چهار بالا، پنج. مرسی، متشکرم. خیلی خوب. خب یه مرور بکنیم. اول راجع به جعبه ابزار صحبت کردیم، گفتیم تو رابط انسانی دو چیز مهمه: یک، کسی رو نمیشه تغییر داد; دو، غر زدن غیر سالمه. بعدی متر روابط بود. سوال بپرس. وقتی ازت سوال بپرسن، شما سوال بپرس، اطلاعات بیشتری کسب کنی، میشه خودتو معرفی کنی، راجع به چی بگم، میشه نظرتو بگی، تو چه هیتهش میخوای نظر بدم. بعدیش چسب. مثلا ازتون میپرسیم آقا راجع به سمینار نظرتون چیه؟ آدم حرفه‌ای، حالا تو نظرسنجی ننویسید اینو، چون دیگه فرصتی نیست سوال بپرسیم ما کجا پیداتون کنیم، ولی میگن سمینار چطور بود؟ شما میگید خوب بود، یه مقدار گرم بود. مثلا طرف میگه ببخش من راجع به محتوا سوال داشتم. میبینید خیلی مهمه ها که مثلا راجع به چیز دیگه حرف نزنم. بعدیش چسب روابط بود. گفتیم یه پروفایل بعد از هر فرد درست کنیم که حداقل به 6 سوال باید پاسخ بدیم: اولی اشخاص، دومی اشیا، اهداف، ارزش‌ها، واژگان منفی، مثبت، واژگان منفی. اینا چیزایی که باید بشناسیم و لطفاً از الان برنامه داشته باشید. کی من می‌خوام پروفایل چه کسی تو چه تاریخی تکمیل کنم؟ همسرمو تا 2 روز دیگه، مثلا مدیرمو تا هفته آینده، فلانیو تو هر فضایی که هستین باید این رو تکمیل بکنید، وقت بذارید. بعد رفتیم سراغ فازمتر. فازمتر بهمون آگاهی میداد که من الان دارم چیکار میکنم. این کار اون 4 تا یه بار با هم مرور کنیم. اول چی بود؟ چی میخوام. دو، چیکار دارم میکنم الان. بعد ادامه بدم چی میشه، به خواستم میرسم. و بعد اولویت بالاتری وجود داره یا نه. و بعد گام اول چی هستش. پس این چارت خیلی مهمه و لطفا یه بار دیگه خودتون مرور کنید، چون هر بار مرور کنید بیشتر تو ذهن میمونه دیگه. یه بار خودتون مرور بکنید. اون چارت رو فقط یه بار مرور بکنید، اگه ننوش عکسش رو نگاه بکنید، هر کاری که لازمه. چون الان یادتون هست من میخوام 4 ساعت بعد، 40 ساعت بعد و 400 روز بعد هم یادمون باشه.